در ماه ژوئیه ما پیامی را از مؤسسه تحقیقات کشاورزی و بیوتکنولوژی ایران دریافت کردیم که می گفت در 26 اوت به عنوان بخشی از 13 کنفرانس زراعت ایران مراسمی را برای ادای احترام به دکتر بورلاگ برگزار می کنند. خب من بسیار متعجب شدم، چرا که من اصلا نمی دونستم که دکتر بورلاگ تا این حد در ایران شناخته شده و مورد احترامه. به من گفته شد که در سال 2000 وزارت کشاورزی ایران نشان طلای ویژه‌ای رو به پاس دستیافته هاش به او تقدیم کرده بوده. دکتر بورلاگ در تعلیم دانشمندان ایرانی دخیل بود. این چیز جالب و فرصت منحصر به فردی بود که من از اون مطلع شدم و فکر کنم دکتر بورلاگ میخواست که من به این سفر برم. من در ساعت 1:30 صبح 26 اوت که قرار بود سخنرانی کنم وارد تهران شدم و به خوبی در مهمانسرای وزارت کشاورزی اقامت کردم و واقعاً برخوردی بهتر از این نمیشد بکنم. حدود ساعت 4 به مهمانسرا رسیدیم و ساعت 6 بلند شدم که سفرم رو به کرج شروع کنم، جایی که کنفرانس برگزار میشد. من 1 ساعت قبل از سخنرانیم وارد اونجا شدم و آماده سخنرانی بودم. دو چیز که خیلی قابل توجه بود. یکی میهمان نوازی گرمی بود که توسط هر کسی که ما ملاقات کردیم به ما عرضه شد. همیشه غذاهای عالی به ما تعارف میشد. فرصت این رو داشتیم که بدون واسطه فرهنگ ایران رو تجربه کنیم. مردم میخواستن به ما هدیه بدن، حتی افرادی که خودشون تمکن چندانی نداشتن. خانم من داشت از انگشتری که یکی از کارمندان میهمانسرای وزارت کشاورزی به دست داشت تعریف می‌کرد. این خانم عزیز انگشتر را از دستش در آورد و با اصرار می‌خواست به همسر من بده. البته خانم من نپذیرفت، اما همین حرکت زیبا واقعاً به دلمون نشست. مورد دوم این بود که مردم هم متعجب و هم خیلی خوشحال بودن از اینکه ما آمریکایی هستیم. وقتی ما رفتیم که یکی دو تا از موزه ها رو ببینیم، مردم میپرسیدن و وقتی میگفتیم از آمریکا اومدیم، از اینکه ما اونجا بودیم و ویزا گرفته بودیم تعجب میکردن. اما از اینکه برخی آمریکایی ها به ایران سفر میکنن، لبخند بزرگی به لبهاشون مینشست. اون هم خاطره ماندگار بود. موضوع سوم این بود که ما فرصت این رو داشتیم که به یک رستوران سنتی در کرج بریم و روی تخت‌های بزرگی با بالش‌های روی اونها بشینیم و همه به طور دایره‌وار نشسته بودیم و کارکنان رستوران انواع خوراکی‌ها رو جلوی ما می‌ذاشتن و غذا فوق‌العاده عالی بود. اما صرفاً همون فضا و حس شاد که ما رو در اون وعده غذایی احاطه کرده بود، در حالی که ما با هم گپ می‌زدیم و غذا می‌خوردیم، حس بودن در محیطی سنتی خیلی خوب بود و ما اون رو به یاد داریم. قطعاً ما غذای ایرانی رو دوست داشتیم. ما انواع کباب‌ها رو خوردیم. من به خوردن نون و پنیر و مغز گردو برای صبحانه عادت کرده بودم. هی می‌خوردم تا اینکه همسرم مداخله کرد و جلوی من رو گرفت که زیاده روی نکنم. ما گوشت و ماهی کبابی زیادی خوردیم. فکر کنم زیاده روی کردم و با اضافه وزن برگشتم. من در سخنرانیم به این موضوع اشاره کردم که چیزی که من رو خیلی غافلگیر کرد این بود که به دکتر بورلاگ به چشم یک قهرمان در ایران نگاه می کنند. همونطور که در آمریکا به اون نگاه می شه. این واقعاً بی‌نظیره که این مرد، این دانشمند کشاورزی در هر دو کشور بزرگ داشته میشه. دیگر اینکه دانشمندان غذای ایرانی هواداران سرسخت و قوی بیوتکنولوژی هستند، همونطور که دکتر بورلاگ بود و بسیاری از متخصصان زنده در آمریکا هستند. در حقیقت این هدیه فوق‌العاده که در زمان خروجم از ایران به من داده شد، نقل قولی در مورد بیوتکنولوژی روی خودش داره.
دکتر بورلاگ روی گندم کار میکرد و کوشش کرد با آفتی هولناک به نام آفت زنگ گندم مقابله کنه. زنگ گندم در سراسر دنیا به گندم ها لطمه میزنه و باعث تاول زدن و در نتیجه مرگ گیاه میشه. دکتر بورلاگ آرزویی داشت و اون این بود که دانشمندان روزی با استفاده از بیوتکنولوژی بتونن با استفاده از گیاه برنج که هیچ وقت به این آفت دچار نمیشه، ژنی رو که مانع از ابتلاع برنج به این آفت میشه بگیرن و توسط بیوتکنولوژی اون رو وارد گندم کنن و به این ترتیب این آفت رو برای همیشه از صحنه روزگار محو کنن. مردمی که میتونن در کنار هم بیستن و برای چیزی واحد شادمانی کنن، میتونن در صلح با هم زندگی کنن. وقتی که من سخنانم رو تموم کردم، بیش از 400 نفر حاضر در سالن از مقامات و دانشمندان و وزیر کشاورزی و نماینده رهبر ایران به خاطر سخنرانی من و پیامم در مورد دکتر بورلاگ و در مورد همکاری ایستادند و من رو تشویق کردند. من با این هم تحت تأثیر قرار گرفته بودم و هم حیرت زده شده بودم. میدونم که مسائل مربوط به وضعیت جوی بسیار مهمند. موضوعات مربوط به آب هم به خاطر توسعه کشاورزی بسیار مهمند. بنابراین من فکر میکنم اینها دو زمینه‌ای هستند که در اونها میشه همکاری بیشتری کرد. آموزش و تبادلات آموزشی هم همینطور. ما در بنیاد جهانی جایزه غذا، مؤسسه جهانی آموزش جوانان رو برای دانش آموزان دبیرستانی داریم و من در ایران دعوت کردم که دو دانش آموز و دو دبیر دبیرستان رو انتخاب کنن که برای شرکت در برنامه‌های مؤسسه به اینجا بیان. بنابراین اینها زمینه‌های سنتی هستند برای تبادلات احتمالی که در اونها شما میتونید گام‌هایی رو بردارید. فرصت‌هایی در زمینه ورزشی و تبادلات ورزشی هم هست که خیلی خوب میشه اگر چند کشتیگیر ایرانی به آیووا بیان که پایتخت کشتی آمریکاست. پیام من به مردم ایران این هست که با توجه به سفرم به اونجا و دیدارم با برخی ایرانیان، فکر می‌کنم مردم فوق‌العاده‌ای هستند و خیلی چیزها هستند که میتونن نقاط مشترکی برای ایرانیان و آمریکاییان باشن و اونها میتونن با هم از اونها لذت ببرن و اونها رو درک کنن. من بی صبرانه منتظرم و امیدوارم که گامهای کوچکی که ما در این سفر برداشتیم در سالهای آینده منجر به تماسهای بزرگتری بشه و ما کارهایی رو پیدا کنیم که میتونیم مشترکاً انجام بدیم و شاید در کنار هم با هم بیستیم و با هم شادمانی کنیم.